سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عطاران، خیلی خوشحال هستیم شما رو مجدداً در یک ایونت هنری میبینیم. منم سلام میکنم خدمت شما و کسایی که میبینن. برنامه است؟ آره برنامه. بله گزارشه. برنامه گزارش رو میبینن و خیلی خوشحالم که این جشنواره برگزار میشه، دور هم جمع میشیم، فیلمایی که ندیدیم میبینیم و به نظرم تجربه های جدید رو باش آشنا میشیم. خب الان از شما فیلم خانم یایا داره اکران میشه، درسته؟ عنوان فیلم هست ما شما رو دوست داریم خانم یایا، یا همون خانم یایای خالی؟ ما شما رو دوست داریم خانم یایا، و برای اینکه حالا راحت تر بشه گفت میگن خانم یایا. یعنی تو ایران دلایل دیگه ای نداره که اسمش شده فقط خانم یایا؟ فکر نمی کنم، نه، به خاطر طولانی بودن بود، ولی دوست داشتن خانم یایا موردی نداره. خیلی ها به خاطر حضور آقای عطاران کنار آقای فرخ نژاد و آقای کاهانی مجموعه رو که میشنون فکر می‌کنن فیلم کمدیه. حالا کمدی هست یا نه؟ فیلم شیرینیه، بیشتر فیلم تجربی خاصیه، راجب ترسامونه، راجب هر کی فیلمو می‌بینه به نظرم یه برداشتی میتونه بکنه. من خودم که داشتم کار میکردم بیشتر برام موضوعیتش این بود که ترسایی که وجود داره در ما و به خاطرش زندگی برامون سخت میشه، دلایل این ترسا، چیزایی که نباید ازش بترسیم، بیشتر زیبایی هست، مثل خود زیبایی، مثل خوشبختی، مثل چیزهایی که خوبن، وقتی به طرفمون میان در واقع ازشون فرار میکنیم. تو این فیلم همچین چیزی رو نمایش میدیم، حالا با سمبل اونجا در واقع زنه. حالا اینا باز همش از نگاه من، شاید کارگردان یه نگاه دیگه داشته باشه. این زنی که توی فیلم ما رفتیم مثلا به خاطرش پاتایا، و بعد وقتی میاد به طرف ما ازش فرار میکنیم، دنبال دلایلی میگردیم که باهاش روبرو نشیم. فیلم تجربیه، بسیار تجربیه، چیزای به خصوصی داره که مثلا هر کی به زبان خودش حرف میزنه، زبان فرانسه داریم، زبان تایلندی داریم، ایرانی داریم، فرانسوی داریم، انگلیسی داریم، ولی همه جواب همو میدیم، میفهمیم اون یکی روبروی چی میگه و جوابشو میده. یه ویژگیایی داره دیگه. حالا اجازه، خب راجع به فیلمی که الان دارید ایفای نقش میکنید درش و اشارم کردین گفتید باید برین سر فیلم برداری، باز هم واقعی کاهانی هست، فکر کنم فیلم چهارمتونه، آزاد مثل هوا، درسته؟ این تایلندیه یایا بود چهارمی، این پنجمیه. میشه از این فیلم هم یه ذره حال هواش بگین؟ حال هواش که زمستونی. آره فکر کنم فیلم رو ببینیم بهتر بشه. این فیلم قراره به زبان انگلیسی باشه، فرانسه شنیدیم که هم بازیگر فرانسه. آره بازیگر فرانسوی هم داره، زبان انگلیسی. ولی خب شما قبلا حالا با همین فیلم خانم یایا و قبلا من سالوادور نیستم تجربه کار در یک کشور خارج رو داشتید، این کار به نظرتون از جهاتی متفاوت هست اصلا این کار جدید با آقای کاهانی یا خیر؟ اگر متفاوت نباشه نه کاهانی کار میکنه نه خود من، و یکی از دلایل اصلیش اینه که دوست داریم یه تجربه جدید بکنیم دیگه. حالا این فیلم آخر کمدی هست یا خیر؟ آره کمدیه. یه مدل دیگه، اون یه مدل، این یه مدل شیرینی، این یه مدل مال اون یه مدل. شما به معنی کمدین خیلی موفق هستید و همه شما رو، فیلم های شما رو دنبال میکنن و خب خیلی هم پرفروشه. علت این که اینقدر راحت مردم با شما ارتباط برقرار میکنن چیه؟ علت این که چی؟ اینقدر مردم خوب و راحت میتونن با شما ارتباط برقرار بکنن چیه به نظر شما؟ این توضیحش فکر کنم من نباید بدم، یکم سخته، ولی اگر همچین اتفاقی میفته خیلی باز خوشحالیه. شما چی کار میکنید که اینقدر نزدیک میشین به کاراکتر و باورپذیری ایفای نقش میکنید؟ تلاش. از تجربیات شخصیتون استفاده میکنید، رهنمودهای کارگردان تا حدی؟ جوابا بیشتر پیش شماست، ما بیشتر تلاش میکنیم که تمام اتفاقات خوب برای فیلم بیفته. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستیم در خدمت شما باشیم، امیدوار هستیم که اوقات خوبی رو در تورنتو داشته باشیم. مخلصم، خداحافظ.